cabin crew, prepare for landing. صبح چهارشنبه آقای هدایتی مسئول آموزش پرورش زرآباد ما را از چابهار به کنارک برد تا کتاب‌ها را از باربری تحویل بگیریم و به زرآباد بریم. عصر همون روز معلم‌های روستاها به مدرسه شبانه روزی اومدن تا بسته‌های کتاب را تحویل بگیرن. با تک تک معلم‌ها یا نماینده‌هاشون حرف زدیم و برنامه‌هاشون رو پرسیدیم. بعضی از معلم‌ها برنامه‌های خیلی خوبی داشتن و جای مشخصی برای کتابخونه در نظر گرفته بودن. معلم ها رفتن ولی 8 بسته کتاب باقی مونده بود. به تمام اونایی که نیامده بودن زنگ زدیم. فقط 2 نفر جواب دادن. تصمیم گرفتیم فردا خودمون بسته های کتاب رو به باقی روستاها تحویل بدیم. پنجشنبه صبح همراه آقای هدایتی عازم روستاها شدیم. اول از همه مدرسه عمار زرآباد رفتیم و بسته کتابشون رو تحویل دادیم. آقای لادی اتاقی رو که برای کتابخونه در نظر گرفته بود نشونمون داد. اتاق هنوز آماده نبود و باید تر و تمیز می‌شد و قفسه‌ها رو می‌ذاشتن و مهم‌تر از همه کولر نصب می‌کردن. کتابای روستاهای بلک جدید، مرادی کشک، کیکی، سروس، سول و روستای درک رو به هر صورتی بود به کتابخونه‌های مدرسه هاشون رسوند. آخرین مقصد ما روستای جود. توی جود چند جوان به دیوار مدرسه تکیه داده بودن و منتظر ما بودن. کم کم بچه‌ها هم جمع شدن و یه دفعه 20 یا 30 تا بچه دور ما رو گرفتن. مدرسه کولر نداشت و یک کولر که به تازگی خریده شده بود هنوز نصب نشده بود. داخل مدرسه اونقدر گرم بود که نمیتونستیم نفس بکشیم. رفتیم بیرون مدرسه. به نظر میرسید تمام روستا دور ما جمع شدن. دخترها ولی از پشت دیوار مدرسه به ما نگاه میکردن و جلو نمیومدن. یکی از بچه‌های کلاس ششم رو مسئول کتابخونه کردیم و بهش توضیح دادیم که چطوری کارش رو انجام بده. کارمون که با احمد همون مسئول کتابخونه تموم شد، اونا شروع کردن از مشکلات روستا حرف زدن. گفتن که مدرسه حریم نداره و لازمه که دورش دیواری کشیده بشه تا هم امنیت بچه‌ها از موتورها و ماشین‌ها حفظ بشه و هم کسی نتونه شیشه‌های مدرسه رو بشکنه. گفتن که کولر فقط توی مسجد پیدا میشه و گفتن که به درمانگاه هم نیاز دارن. همه رو جمع کردیم و عکس گرفتیم. همه خندیدیم ولی هنوز دخترها جلو نمی اومدن. سفرمون تموم شد ولی کارمون هنوز ادامه داره.